قبل از هر چیزی میخوام از شما تشکر بکنم بابت تمام کامنت های زیبایی که برای من میفرستید و ازتون میخوام که همین ابتدا کانال رو سابسکرایبش کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا هر وقت ویدیو آپلود کردم شما بتونید ببینید. من میخواستم یک ویدیو بسازم که نشونه هایی رو بهمون نشون میده که شریک زندگی شما به شما احترام نمیذاره. وقتی وارد یک رابطه میشیم چیزهای کوچیکی اتفاق میفته و نادیده گرفته میشه و میشنویم که خیلی هم مهم نیست. من میخوام به این نوع رفتارهایی که شریک زندگی شما انجام میده اشاره کنم و اونها رو علامت گذاری کنم، چون اونها موضوعات واقعی هستن که اثر خیلی زیادی رو در زندگی شما میتونه داشته باشه. سلام، مریم هستم، یک روانشناس. به کانال من خوش آمدید. این کانال از دیدگاه روانشناسی به شما کمک میکنه که زندگی عاشقانه خودتون رو در کنار مناسب ترین فرد سپری کنید. همونطور که متوجه شدید امروز میخوام 5 نشونه که شریک زندگیتون به شما احترام نمیذاره با شما صحبت بکنم. دوستان من، موضوع امروزمون خیلی مهم هست، لطفاً جایی نرید، همین الان شروع میکنم. میخوام با این مطلب شروع کنم که اساس زندگی سالم و طولانی مدت چه چیزی میتونه باشه؟ دسته اول آگاهی هستش. منظور از آگاهی این هست که آگاهی از خودت و هم آگاهی از نیازهای شریک زندگیت. عزیزم، برای اینکه خودآگاهی و آگاهی نسبت به نیازهای همسرتون داشته باشید، باید سطحی از درک خودتون رو به دست بیارید. منظور من همین هست که علاقمند به یادگیری از شریک زندگیتون هم باشید. دسته دوم میتونه تعارض باشه. دسته ای از زوجها هستن که بی صدا رفتارهایی رو نشون میدن که به شریک زندگیشون بی احترامی میکنن. همینطور شما در رابطه خودتون با اونها دچار مشکلاتی میشین، چون هیچ کاری برای شما انجام نمیدن و در یک بنبست قرار میگیرید. بنابراین آگاهی از توانایی حل تعارضها یکی دیگه از ارزشهای مشترک هستش. منظور من این هست که شما آشکار در مورد اعتماد و صداقت در یک رابطه وارد میشید. خیلی مهم هست، اما این واقعیت هستش که آیا شما و شریک زندگیتون اعتماد و صداقت رو نسبت به همدیگه دارید یا نه؟ من میخوام اینطوری از شما سوال بکنم، آیا شما و شریک زندگیتون رفتاری رو انجام میدید که همدیگر رو حمایت بکنید و در یک سو حرکت بکنید؟ اگه این کار رو انجام نمیدی، رابطه شما به هیچ وجه قوی و پایدار نمیتونه باشه، جایی که شما دائما از همدیگه دور میشید و رابطه زیبا و طولانی مدت رو نمیتونید داشته باشید. مطمئنن الان سرتون رو برای من تکون میدید و میگید خب خیلی هم منطقی هستر. البته که ما از شریک زندگیمون آگاهی داریم، البته باید مشکلاتمون رو حل کنیم، البته که باید تعارضهایی که بینمون هست رو باید محترمانه حل کنیم. الان متوجه میشید که چیزهایی که یک رابطه سالم رو ایجاد میکنه و به مرور زمان هم تقویت میکنه این هست که باید در یک سو حرکت بکنید. دسته سوم، ارزش‌هایی که شما و شریک زندگیتون دارید. دسته چهارم، ارتباطی که بین شما و شریک زندگیتون وجود داره و همینطور نحوه نشون دادن شما برای تقویت این ارتباط هستش. حالا میخوام در مورد 5 نشونه‌ای که شریک زندگیتون به شما احترام نمیذاره با شما صحبت بکنم. رفتار شماره 1، شریک زندگی شما مدام به شما دروغ میگه. دروغ گفتن به معنای واقعی کلمه از هم پاشیدگی هستش، از هم پاشیدگی هر نوع ارزش‌های مشترک رو به دنبال خودش داره، چون شما به اعتماد و صداقت نیاز دارید و حتی دروغ‌های کوچیک به این معنی هستش که هیچ اعتماد و صداقت وجود نداره. عزیز من،
چون وقتی کسی به شما دروغ میگه، اون داره اطلاعاتی رو از شما مخفی میکنه یا نمیخواد با واکنش شما روبرو بشه. در مورد ارتباط، وقتی کسی تصمیم میگیره دروغ بگه، از شما دور میشه و به شما بی احترامی میکنه، بدون اینکه به شما به قول معروف بخواد با شما صحبتی رو داشته باشه، فقط به چشمان شما نگاه میکنه و دروغ میگه. باید مرزی رو برای این کار تعیین کنید، وگرنه در طولانی مدت دچار مشکل میشید. عزیز من، دوستان من، تا شما ساب و لایک و زنگوله رو بزنید، من هم کمی نوشیدنی بخورم. اینطوری منم گلوی تازه میکنم. شماره 2، شریک زندگی شما رفتاری بی صدا رو با شما انجام میده. این یک رفتار ناکارآمد برای رفتار در یک رابطه بزرگسال محسوب میشه. این مثال یک رفتار یک بچه است. به طور مثال دست رو میندازه روی دو دستش و به این صورت ام ام ام. وقتی کسی این رفتار رو با شما انجام میده، احتمالاً چیزی هست که در کودکی اطرافیانش انجام دادن براش. یک راه در موقع درگیری و ناراحتی میتونه محسوب بشه که از این راه نشون میده که نمیخواد با شما صحبت بکنه. به جای اینکه برای حل تعارض به سمت شما برگرده و با شما گفتگو بکنه، با این رفتار از گفتگو با شما امتناع میکنه. این یک روش نابالغ خودخواهانه میتونه باشه و یک حرکت قدرتی هم میتونه باشه. باید مرزی رو برای این رفتار ترسیم بکنید، چون نمیتونه با کسی که هر لحظه از شما دور میشه با سکوتش شما رو اذیت میکنه، یک ارتباط موفق رو شما نمیتونید با اون برقرار بکنید. و این رفتار یک رفتار احترام آمیز نمیتونه باشه برای شما. شماره 3، وقتی از حساسیت های شما علیه شما استفاده می کنن. نیاز هست که شما 4 مورد اول رو که در مورد اونها با شما صحبت کردم رو به یاد بیارید. باید درک درستی از شریک زندگیتون داشته باشید. همینطور باید ارزش های مشترک رو داشته باشید. زمانی از حساسیت های شما علیه شما استفاده می کنن، این به این معنا هستش که دارن تحقیر می کنن. عزیز من، به طور مثال با شما شوخی میکنن که اونقدر سریع صحبت میکنید که اونها نمیتونن درک کنن. در مورد چیزی که میخورید یا در مورد اندام شما صحبت میکنن. وقتی اونها از چیزهای علیه شما استفاده میکنن، دقیقاً این حرکت برعکس احترام هست و برعکس ارتباط مثبت میتونه باشه. این میتونه یک توهین بزرگ محسوب بشه و یک پرچم قرمز بزرگ هستش و شما نباید تحمل کنید. شماره 4، شما رو با الفاظ مختلف صدا میزنن. هرگز اجازه ندید شریک زندگیتون شما رو با الفاظ غیر متعارف صدا بزنه و اون وقت هم به شما میگن که شوخی بوده. اگر شریک زندگی شما شما رو با الفاظ زشت صدا زد، این شوخی نیست. این یک ارتباط مثبت نیست. قطعاً ارزش‌های مثبت بین خودتون رو تشخیص نمیده. اونها این ارتباط رو متوجه نمیشن، اونها این تعارض رو نمیخوان حل کنن، تعارض رو به وجود میارن. اگر شما قبول بکنید، اونها به این بی احترامیشون بیشتر ادامه میدن. در از هیچ احترامی برای شما در دراز مدت قائل نمیشن و به یک عادت برای اونها تبدیل میشه. پس در اینجا متوجه بشید که اونها اجازه ندارن به شما بی احترامی بکنن و شما رو با الفاظ غیر متعارف صدا بزنن. شماره 5، اونها دائما صحبت شما رو قطع میکنن. اونها مثل همیشه به صورت حق به جانب با شما صحبت میکنن و نشون میدن که من نمیخوام اون چیزی رو که شما میگی رو بشنوم. نشونه ای که به شما نشون میده این هست که اونها برای شما اهمیتی در نظر نمیگیرن و اصلا برای اونها اهمیتی نداره که شما چی فکر میکنین.
اینجا هستش که به شما نشون میده که شما در رابطه نیستید. اونها از شما مهمتر هستن، چون چیزی که اونها فکر میکنن مهمتر هست از چیزی که شما فکر میکنید. و شما میگید کسی که این کار رو برای همیشه انجام میده و واقعا نمیخواد شما رو درک بکنه یا با شما ارتباط برقرار کنه، اونها میخوان فقط روی شما مسلط بشن. به همین دلیل هستش که اصلا نباید این کار رو تحمل کنید، چون این یک رابطه ناسالم هستش. امیدوارم که این نکات برای شما آموزنده باشه. از شما میخوام این نکات گفته شده رو در زندگی خودتون دقت خاصی داشته باشید. مشتاقانه منتظر دیدار شما در ویدیوهای بعدی هستم. همه شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظ همه شما.